کم از کوی تو باغم نروم جز شاد و امیدوار و خورم ندوم از درگه همچو تو کریمی هرگز نومید کسی نرفتو من هم نروم با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان اینک برنامه ما برنامه زنده هستش در برنامه در پرتو عشق تصورم بر این هست که دومین برنامه زنده هست که در خدمت شما هستیم این قول دادیم که بتونیم هر چهارشنبه در خدمتتون باشیم البته تغییراتی در برنامه های شبکه امید جاودان ایجاد خواهد شد اما تا زمانی که این تغییرات هنوز تصویب نشده ما هر چهارشنبه ساعت 11 برنامه در پرتو عشق رو خواهیم داشت و همچنین چهارشنبه ها منتظر برنامه آقای بیگناه نیز باشید در برنامه که نسبت به موقعیت های جامعه شناسی نیست ایشون صحبت میکنند و مواردی که لازم هست در تو با ایران صحبت کنند تشویقتون میکنم بعد از برنامه ما نیست منتظر برنامه آقای بیگناه نیست باشید همون گونه که آگاه هستید سعی داریم که ایام رو تقسیم کنیم روی برنامه های خاص در پرتو عشق بیشتر در این هدف هستیم که بتونیم از کلام خدامون آه هایی که لازمه زندگی سالم هست امید و رستگاری هست و میتونه به ما یک روش صحیح زیستن در ملکوت خدا رو به از کلام بیاموزیم گاهی مهمانان عزیز رو خواهیم داشت روی اسکایپ که صحبت میکنن و یا عیزانی که کنار من هستن مانند خواهرم آزیجان که امروز نتوانستن با من باشم اما حتی شده برای 20 دقیقه هم سعی میکنم برای شما عیزان نیز برامین رو داشته باشیم از کلام خداوند که بتونه این قوت و این امید رو بده چرا کلام خدا برای همین اومده کلام خدا آمده تا ما رو نسبت به زندگیمون هدفمند کنه سپاسگزار هستم از کارگردان این برنامه آقای یاسر عزیزم که کارگردانی این برنامه رو دارن هموطن عزیز ما سعی میکنیم از جلسه بعد حالا گفتم در تغییراتی هست شبکه عمده جاودان روزش رو به شما میگیم اما در برنامه هایی که مستقیم هستش تلفن شما عزیزان رو داشته باشیم به طور خاص برنامه های که مربوط به کلام خدا میشه تا شما عزیزان زنگ بزنید و براتون دعا کنیم چرا که تلفن بیشماری داشتیم پیام شما رو گرفتیم که مایل هستید توی برنامه های زنده با ما تماس بگیرید اما اینو رجوع میدیم به هفته بعد چون برای خود من تنها نمیتونم این خدمت رو داشته باشم باید از عزیزان دیگه بخوام که در استدیو باشن و پاسخگوی سوالات شما و یا اگر موضوع دعا هست بتونن خادمین خدا برای شما دعا کنن بازم سپاسگزار هستم که اجازه میدید برنامه در پرتو عشق اینک مهمان مناظر شما باشد روی فیسبوک نیز می توانید ما رو شیر کنید با دوستانتون و اگر سوالی دارید لطفا این سوال رو روی فیسبوک بنویسید تا ما برای برنامه بعد یا برنامه های بعدی نیز بتوانیم از کلام خود استفاده کنیم یا از متخصصین استفاده کنیم نسبت به سوالات روحانی شما پاسخگو باشیم تا اونجای دانش من اجازه میده و یا عزیزانی که میتوانند مهمان این برنامه باشن برای پاسخگویی به سوالات شما عزیزان از شما عزیزان خواهش میگم لطفا با دعای من متحد بشید نسبت به هر نیازی نسبت به هر حاجتی در زندگی و این ایمان رو داشته باش هموطن عزیزم هر کجا که هستی تو اگر تکرار این برنامه رو میبینی مطمئن باش که برای تو یک برکت هستش بارها از من شنیدید که اگر ما حتی ایمان داریم به اینکه عیسی مسیح بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد این ایمان ما هست و این نیز از طرف روح القدس بوده اما آنچه که لازمی زندگی روحانی ما هست امیده و این امید میباید در دعا در کلام در خدمت در درخواست پری روح القدس نیز تقویت بشه در کنارش توی حاشیه میتونیم بگیم در مشارکت با ایمانداران رفتن به کلیسا این خیلی مهم هست خیلی از عزیزانی که مسیح ایمان آوردن تصور بر این میکنن همین که ایمان آوردن و تعمید گرفتن تمام اتفاقا برعکس شما وقتی ایمان میآورید و تعمید میگیرید حالا مسئولی مسئول هستی که خدمت کنی خدمت رو تو شروع کنی خدمت رو چجوری میخوای شروع کنی نمیتونی بگی من از خونه میزنم میام بیرون خیر خدمتت رو باید توی کلیسا شروع کنی اگر میگید در جایی که زندگی میکنید اون کلیسایی نیستش که ما میخوایم میتونید با یک کلیسا در تماس باشید با یک مینیستری در تماس باشید اگر خدا به شما رویایی داده اون رؤیا نه تنها خدا کمکتون میکنه بلکه دیگران رو کنار شما قرار میده تأیید اون هست خداوند به من رویایی رو داد در ایران و از من خداوند خواست که از ایران بیام بیرون و خودش کمکم کرد و امروز من تنها خدمت نمیکنم کسایی رو کنار من قرار داده تا تا امروز ما میتونیم این خدمت رو انجام بدیم پس تو هم وطن اگر رویایی داری علامتش اینه که تو تنها نیستی تعدادی کنارت هستن شاید خیلی نباشن اما تعدادی هستن که این خودش نشون دهنده اینه که خدا با شماست مسلم بدونیم که دنبال جمعیت زیادم نباید باشیم ایسای مسیح هم دوازده تا شاگرد داشت یکیش کال در اومد خیانت کردش پس انتظار اینو نمیره ولی این نیست که شما بگید من رویایی دارم این رویات همش تو قلبت حبس باشه خواهش کنم با دعای من متحد شو برای رویای خودت دعا کن برای اینکه کجا بری یه کلیسا از خداوند رو بتونی داشته باشی و در اون خدمت بکنی و نسبت به هر نیازت حاجتت با من متحد شد تا این امید در دل تو همیشه باشه و بعد از این امید محبت خدا رو خواهی دید. اول قرنتیان 13 13 ایمان امید محبت ایمان داری ایمانت کم نمیشه ایمان داری امیدت رو باید تقویت کنی تا محبت خدا رو ببینی و نهایتا آنچه که میمونه محبت خداست چرا که وقتی به آسمان بریم در حضور خدا فقط محبت خداست پدر آسمانی خداوند تو شکر میکنم برای این وقت تو شکر میکنم برای بینندگان این برنامه روی فیسبوک ای خداوند در شبکه امید جاودان در تکرار این برنامه خواهش میکنم فقط مطابق وعدت ای خداوند آنچه که کلام تو اعلام میکنه هرگاه دو یا سه نفر در نام تو هر آنچه به طلبان تو بانان با خواهی داده ای خداوند پس وعده تو هست که ای خداوند دلهای ما رو قوی میسازد تا بتونیم به حضور تو برسیم خون یگانه پسر عیسی مسیح هست که به ما این مجوز رو میده با دلیری سخن بگیم ای خداوندا و ای خداوند ایمان داریم که قیام مسیح هستش که ما رو از هر ناامیدی از هر نگرانی و ترس و ضعف قیام میده تا بتوانیم آنچه چرا که میخواهیم از دستان پرفیز تو بگیریم و با ایمان دریافت میکنیم هر آنچه که نیکوس برای خودمون برای عزیزانی که در این دعا متحد هستن نسبت به زندگیشون همچنین متحدن از تو میخوایم خداوندا تو برای سرزمین ایران اندیشه کن هم گونه که در رویای تو هست ای خداوندا و این قدرت تاریکی در ایران را به نام نظام اسلامی تو بشکن در نام مسیح و خداوندا تو مردمان دلسوز و خادمین دلسوز رو اجازه بده خادمین این مردم باشند در ایران آینده که ایران آزاد هست و چون همه اینها را در نام مسیح طلب با ایمان دریافت میکنیم آمین آمین که وطن عزیزم با ایمان دریافت کنید امروز میخوایم قسمتی از مزامیر 27 رو بخونیم که میدونیم نویسنده اون داوود پادشاه هست حتما داوود نبی خدام بوده چرا که خداوند با اوس نیست سخم گفته اما خب ما به عنوان داوود پادشاه نیز عنوان میکنیم بر این اصل نیست که اون نبی نبوده و میدانیم که در مزامیر که در از کتاب شعری هستش یکی از کتاب های شعری هست گفته میشه و چقدر زیبا خب اون رو ترجمه کردن در کتاب مقدس که کتاب از قدیم اصطلاحا میگن تفضیلی هست در تفسیری هستش که خب اون رو باز کرده بسیار خوب هست و در کتاب مقدس شریف هستش نیست دربارش صحبت میشه و هزاره نو و همه عالی هستش حالا باید ببینید کدوم برای شما درکش بهتر هست ولی خب من تشویقتون میکنم در, در کنار کتاب های مقدس کتاب تفسیری هم به طور خاص اگر تازه به مسیح ایمان آوردید تفسیری رو داشته باشید چون توضیح میده براتون که اون موضوعاتی که شما متوجه نمیشید توی تفضیلی که قدیمی هستش اون رو براتون باز میکنه اعلام میکنه اطمینان در خداوند <applause> در ابتدا اعلام میکنه خداوند نور و نجات من است از که بترسم درسته حتی همین کتاب آیات این باب اشاره ای داره به کار مسیح میکنه که روی صلیب میره و میدونیم که قدرت تاریکی در صدد این هستش که بیاد و عیسی باعث مرگ مسیح بشه و اون از طرف شیطان هستش و اینجا یک پیشگویی هست اما این طرف سکه دیگه نویسنده داره اشاره به اون سختی ها و مشکلاتی میکنه توی زندگیش هست که مثل تاریکی اومده و بنبست هست و بلا و واقعا نمیدونه چه کار کنه شاید امروز تو هموطن عزیزم در موقعیت زندگیت این گونه فکر می‌کنی شاید امروز شما تو یک جایگاهی هستی واقعا تصمیم گرفتن برای سخته اگر تصمیم گرفتن برای سخت هست در حضور خدا برو که صدای خدا رو نمیشنوم اگر به مسیح ایمان داری تو روح القدس رو داری و چون روح القدس رو داری روح القدس با تو سخن میگه روح القدس بهر همین آمده نزد ما که با ما صحبت کنه از آن چیزهایی که نمیدانیم ما رو آگاه کنه مطابق انجیل یوحنا 14 16 که اشاره میکنه به اون و همچنین در کتاب ارمیا 33 ما میخوانیم که کلام خداوند به توسط ارمیا میگه مرا بخوان که تو را اجابت میکنم و از آنچه که نمیدانی تو را آگاه میکنم یعنی به توسط روح القدس شما را آگاه خواهد کرد حالا شما به من میگی که بعد از واقعا من خیلی پریشونم خیلی به هم ریختم من اصلا نمیتونم صدای خدا را بشنوم اشکال نداره با یک ایمانداری که بهش اعتماد داریم به طور خاص ایمان که عطای نبوت داره تماس بگیری با شبان تماس بگیرید میتونید با ما تماس بگیرید تلفنتون رو بذارید لطفا مسج بذارید با شما تماس خواهیم گرفت برای شما دعا میکنیم نمیدونیم شاید اون در اون زمان خدا با قلب من صحبتی بکنه یا با اون شخص که ازش خواستید و خدا به توسط او با تو سخن بگه هفته گذشته حتما عزیزانی که روی فیسبوک بر... برنامه یک شنبه ما رو دیده بودید پر از گواهی ها بود اصطلاح ما این شهادت ها رو میگیم گواهی تشویقتون میکنم لطفا شهادت رو استفاده نکنید گناه نمی کنید اما گواهی در کلام خدا هستش و بهتر خودش رو باز میکنه ما کسی که به خاطر خدا و اراده خدا کشته میشه میگیم شهید دوباره درسته که معنیش گم نمیشه کسی که شاهد بوده و کسایی هم که گواهی دارن کارهایی که خدا انجام داده بازم اونم میگیم شهادت خواهش بکنم این واژه رو درستش کنیم حالا چون کشش رسول میگه شاید خیلی ها توجه نمی کنند. شاید دکتر فلانی میگفت خیلی ها توجه میکنن عذر میخوام اینو خورده نگیر اما اگر چیزی که درست هست از اون استفاده کنیم لطفا پس بگید گواهی این خیلی کمک میکنه به اینکه بتونیم پیاممون رو بهتر برسونیم به کسایی که هنوز با واجه های آشنا نیستن گواهی خودش رو نشون میده نسبت به اون سخنی و اون هدفی که داریم گواهی های بسیاری داشتیم در کلیسا که یکی از گواهی ها که اومد پیش من البته خب قبلش خانم دکتری بودن که اومدن اعلام کردن که خداوند ایشونو شفا داده و خب پیوسته با کلیسا در تماس بودن با من در تماس بودن و همیشه خدا با قلان صحبت میکرد که خواهر من خداوند تو رو شفا خواهد داد شفا داده بود اما یک سال و هفت ماه بعد شفا شد دید یه برادر عزیزی نیز اومدن پیش من که لطف کردن میکنن از گلندر تشریف میارن ایشون ایشون یه مشکلی برای پسرشون پیش اومده بود که باید میرفتن دادگاه حالا موضوع رو نمیخوام باز کنم چون نمیدونم ایشون شاید راضی نباشن ولی وقتی که من برایشون هفته پیش دعا کردم خداوند توی رویا به من نشون داد پسرشون توی دادگاه و نشسته و هیچ چی نمیگه و خدا با قلبم صحبت کرد که بگو بشین و سخن نکن و من برای تو ایستادم و سخن میگم خب من اینو به پدرشون گفتم گفت منظور چیه؟ گفتم من فکر میکنم خداوند میخواد بگه نگران نباش و بسپر به خداوند و خداوند رفع مشکل خواهد کردش این همون قصه تاریکیه که اینجا ما میبینیم نویسنده داره میگه خداوند یک بار دیگه میخونم میخوام دور نشیم از موضوع اعلام که خداوند نور نور من و نجات من است از که بترسم خداوند ملجای جان من است از که حراسان باشم از چه موقعیتی از چه شرایط سختی که تصور میکنم که بدترین شرایط تاریکیه بنبست هستش و این برادر من اینو بهشون گفتم یک شنبه گذشته اومدن پیش من و گفتم بعد رسول توی اون دادگاه خود منم بودم و باور کنید وکیل که صحبت کرد قاضی که قرار بود بیاد بعد قاضی صحبتی بکنه و بعد پسر من سوگند بخوره اصلا به سوگندم نرسید و همون گونه که شما گفتید که بشین و سخن نگو قاضی فقط گفت من کیس و پرونده رو خوندم این مشکل حله بریم برای کیس دیگه ای برسیم این مسئله حل شده و میگه پرونده گفت همون موقع بسته شد حتی خود وکیل گفته غیر ممکنه چه این چیزی من در طول این سالها نهیدم من خیلی باز نکردم این کیس رو چون کیس عزیزی است که شاید مایل نباشه اما اینو میخوام ارز کنم خدمتون بله که خدا سخن میگه مشروط بر اینکه که ما در حضور نور بریم مشروط بر اینکه که ما این ایمان رو داشته باشیم خداوند ما زنده است اون مرد و قیام کرد همان گونه که زنها رفتن قیام مسیح رو دیدن توی مشکلات توی سختی ها قیام عیسی مسیح رو ببین قبر مسیح خالیه و مطمئن باش که آرزوهای دل تو نیاز تو حاجت تو در تاریکی نخواهد مان خواهر من برادر من هموطن عزیز من اگر ایمان به عیسی مسیح داری مسیح قیام کرد تو نیز قیام کرده خواهی شد از تمام سختی ها از تمام مشکلات از تمام رنج ها پس ایمان داشته باشیم به خداوند ایمان داشته باشیم به عطایای او ایمان داشته باشیم که اگر امروز قلب ما لمس شده به حقیقت خداوند مطمئن باشیم که چشمای ما اجابت دعاهایی که میکنیم رو خواهد دید و مطمئن باشیم که اگر او به فکر نجات روح ما بود و روی زمین اومد و مرد و قیام کرد چقدر بیشتر هموطن عزیزم امروز برای او مهم هست نیازهای زمینی ما سلامتی جسمت هست او براش مهم هست این امید تو تقویت کن و خواهی دید باز گواهی دیگه ای رو میخوام بگم خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم فقط خواستم تا که کلامی رو گفته باشم در این برنامه در پرتو عشق که عشق خداوند رو بیشتر در قلبمون لمس بکنیم یادم هست حدود 15-16 سال پیش به آتلانتا دعوت شدم و در کلیسای فارسی زبانی که آقای فریدون میلانی اونجا مسئولش بودن و بعد از اینکه باعث صحبتاش تموم شد و آقای فریدون میلانی به خوبی میشناختم من رو که یکی از عطایای من نبوت هست و ایشون لطف کردن از من خواهش کردن من اومدم وایسیدم جلو و گفتن که هر کسی میخواد که دعا بشه بعد رسول اینجا هستن که اون موقع من هنوز دستگذاری نشدن برای اه کشیشی ایشون برای شما دعا میکنن و عطا نبوت دارن و منم شروع کردم دعا کردم و حقیقتا هم با قلبم چون صحبت میکرد با عیزان در میون میذاشتم تا اینکه یه خانومی اومد یادم هست قطع نسبتا کوتاهی داشتن و اومدش گفتم که میخوای برای چه موضوعی دعا بشه یه نگاهی کرد گفت نمیدونم برای هر چی دوست دارید دعا کنید متوجه شدم ایشون به مسیح ایمان نیاوردن و بعد گفتم پس من دعا میکنم هر چی که خدا با قلبم صحبت کرد به شما میگم گفت ممنون گفتم اولین بار میاد کلیسا گفت بله اولین بارم هست میام وقتی من دعا کردم خدا با قلبم صحبت کرد تو به آرزوی دلت خواهی رسید و فرزندانت را خواهی دید. خب من کسی رو که نمیشناسم ایمانم به مسیح نداره و از اونجایی که من خودم همیشه سعی میکنم حتی نبوت ها رو یه دقتی بکنم بی خودی سخن نمیگم از فیلتر کلام خدا بگذارم میدونیم نبوت میاد برای بنا میاد برای امید به این خانم رو کردم گفتم خانم ببخشید شما بچه هاتون ازتون دورن بلا فاصله عشق و چشاش جمع شد و به من گفت شما از کجا میدونید گفتم چون خدا با قلبم صحبت کرد شما هر چه زودتر بچه هاتو خواهی دید گفت بله من بچه ها من چینن من از همسرم جدا شدم و طلاق گرفتیم سالها هست و اون اجازه نمیده بچه هاش بیان آمریکا من اون رو ببینم ولی بعید میدونم که اون اجازه بده چون میترسه بیان اینجا اونا هم آمریکا رو دوست داشته باشن و همینجا بمونن گفتم کلام خدا گفته ایمان داشته باش با اینکه یک مسلمان بود و ایشون خدافزی من فرمت کارت خودم رو دادم دو هفته بعد ایشون به من زنگ زدن که من لس آنجلس اومده بودم تماس گرفتن و گفتن که بعد از رسول همسر من از چین زنگ زده و به من میگه که من بچه ها رو سه تا بچه ها رو میفرستم بیاد آمریکا ولی به من قول بده بعد از یک ماه اونها برگردن گفت دارم میان گفتم پس شما روی قولت بیس خواهرم خدا با قلب شما صحبت کرده خداوند با شما صحبت کرد غیر مستقیم و حالا خداوند رو باید تو جلال بدی و اعلام کنی و حتی ایشون هم قلبش مسیح داد و چیزی که غیر ممکن بود بسیار از این گواهی ها دارم بسیار از این گواهی ها دارم وقت نیستش فقط میخوام به تو هموطن عیزم اعلام کنم اگر به مسیح ایمان آوردی باید ایمان به کل کلام خدا داشته باشی در کلام خداوند اول قرنتیان باب دوازده اعلام میکنه که خداوند به ایمانداران عطایا میده عطایا نمیده که این عطایا را با خودشون حمل کنن از توی خونه توی کلیسا عطایا میده که با عطایا برون و خبر خوش نجات رو به دیگران بدن همان گونه که عیسی مسیح دست سوراخ شده خودش رو نشون داد به شاگردان پهلوی خودش رو نشون داد جای خاره روی سرش رو نشون داد و گفت ببینید من مردم و قیام کردم شما هم وطنان عزیزم با عطایایی که میگیرید عطای نبوت عطای ایمان عطای معجزات عطای زبان ها نیز این قوت خداوند به شما توی در اون عطای زبان ها میده که بتوانید با عطایای او با عطای شفا برید و مردمی که امروز خواب هستن تو مشکلات هستن و زندگیشون طوری شده انگار توی بنبست هستن عذر میخوام انگار کورن نمی چون تو تاریکی هستن اونها رو تو شما نجات بدید هم وطنان عزیزم این عطایا به ما داده نشده حتی ما بگیم فقط توی کلیسا گاهی فکر میکنن عزیزان آره این عطا فقط بیا تو کلیسا خیر کلیسا که همه ایماندار هستن مگر اینکه تعدادی مهمان گاهی میام به من و شما عطایا داده شده بیرون از این کلیسا ازش استفاده کنیم اما جلال رو به مسیح بدیم و آدرس کلیسا رو نیز به دیگران بدیم که دیگران این رو بدونن که کلیسای مسیح هست مکان تراپی شفا رستگاری نجات امید پس تشویقت میکنم هم وطنان عزیزم اگر به مسیح ایمان آوردید بسیار کار نیکو میکنید من خودم این کار میکنم روی فیسبوک آیات مینویسم روی اینستاگرام آیات میذارم اما تو هم وطن عزیزم هوشیار باش که باید از خونه بری بیرون خبر خوش نجات بدی تلفن که میزنی به فامیلت خبر خوش نجات رو بده نگو آخه من میرم ایران نمیخوام این بفهمه این من مسیح هستم اینو میفهم بعضی ها نمیخواید توی کلیسا چهرهاتون معلوم بشه میگید بر این حکیمان است نمیدونم حالا زندگی ها متفاوت هست اما اینو نمیفهمم که شما بشارت ندید میباید بشارت بدی تو محیط کارت با حکمت توی مدرسه با حکمت توی فامیل با خونه با حکمت اما حکمتی نیستش که بترسی خیلی موقع ما حکمت رو میذاریم وقتی میترسی میگیم این کار حکیمانه نیست این اشتباه هم وطن عزیزم پس قیورانه بیستید خبر خوش نجات رو به دیگران بدید برای مریض ها دعا کنید تا اونها شفا یابن تماس بگید با هموطنانتون با خانواده هاتون خبر خوش نجات رو به ایرانی ها بدید شبکه همش کارش نی نمیتونه باشه شبکه های مسیح امروز تو هم وطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی و تو هم وطن عزیزم که هنوز مسیح ایمان نداری خواهش میکنم کلام خداوند در مزمور 38 اعلام میکنه بیایید بچشید ببینید خدا نیکوست اگر اشتباه نکنم مزبور 34 فکر کنم 34 18 هستش که اعلام میکنه بیایید ببینید و بچشید خدا نیکوست بله 34 8 بچشید ببینید که خدا نیکوست خوشا به حال شخصی که به دو توکل میکنه پس خداوندم نگفته هر چی من گفتم همین الان تو گوش کن میگه بچش ببین پس تو هم وطن عزیزم که هنوز قلبت رو برای مسیح باز نکردی در نام مسیح بخوان و ببین زندگی تو برکت داده خواهد شد اگر مایل هستید انجیلی داشته باشید می توانید با ما تماس بگیرید برای شما انجیل رو هدیه خواهیم کرد اگر سوالی دارید در خدمت شما عزیزان هستیم همچنین تشویقتون میکنم لطفا بروید روی سایت ما pwoc.church pwoc.church و اگر مایل هستید عضو سازمان پیشتازان صلح بشید برای خدمت به ایران و ایرانیان خوشحال میشیم که اونجا عنوان کنید و اگر مایل هستید کمک مالی کنید سپاسگزار میشیم که دستی باشید شما لطفا برای خدمات ما در شبکه امید جابدان تا این خدمت رو گسترده کنیم و بتونیم بریم روی ماهواره خواهش میکنم در این قسمت هم دعا کنید هم دست یاری به ما بدید تا بتونیم خبر خوش نجات رو به ایران و ایرانیان نیز برسانیم سپاسگزار هستم از اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم دیگه فرصتی نداریم بعد از این برنامه شما میتونید برنامه آقای بیگناه رو نیز داشته باشید تشویقتون میکنم با اون برنامه نیز باشید نسبت مطالبی که برای آگاهی و روشنگری ایشون صحبت میفرمایند فیض خداوند پیوسته با شما ایزان باشد و بماند فردا ما نیز با برنامه خبرناک در خدمت شما هستیم با آقای دکتر صحاب عزیز که مهمان برنامه هستند و سعی میکنیم در کناریم مهمانان دیگه ای هم نیز داشته باشیم تا از اونها بهره بگیریم نسبت به آگاهی هاشون فیض خداوند عیسی مسیح با شما ایزان باشد و بماند تا عبدالعباد آمین